در روزهای اخیر توکن شیبا اینو تونسته روندش رو تغییر بده و بیش از 40% رشد کنه. دلیل اصلی رشد قابل توجه شیبا میتونه جذابیت دارایی‌های با ارزش بازار و نقدینگی نسبتاً پایین برای سرمایه گذاران باشه، چون این دارایی‌ها میتونن بازدهی بیشتری رو در طول جهش‌های کوتاه مدت بازار به همراه داشته باشن. علاوه بر این، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت‌های تسلا و اسپیس ایکس در مجمع اقتصادی قطر در دوحه بار دیگه حمایتش رو از دوج کوین اعلام کرد و همین موضوع باعث رشد قیمتی دوج شد. به نظر میرسه شیبا هم در این روند رو به رشد از دوج کوین پیروی کرده. همچنین در اوایل ماه جاری معاملات این ارز دیجیتال در صرافی بیت استمپ، بزرگترین صرافی رمزارزی در اروپا آغاز شد. علاوه بر این، اخیراً حدود 70 میلیون شیبا توسط آمازون سوزونده شده. با وجود ارزش نسبتاً پایین توکن‌های سوزونده شده به دلار، این رویداد توکن سوزی توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد زیادی رو به سمت شیبا جلب کرده و به نوبه خود نقش مهمی در افزایش قیمت این ممکوین محبوب داشته. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم در مورد اینکه شیبا بار دیگه رکورد زد صحبت کنیم، پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنلمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. افزایش تعداد هولدرهای شیبا اینو. شیبا در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی را ثبت کرده و از ماه فوریه بیش از 700 هزار دنبال کننده جدید داشته. تعداد هولدرهای شیبا همچنان در حال افزایشه. طبق آمار پلتفرم ویل استاتس، تعداد کل هولدرهای شیبا به 1,182,817 آدرس افزایش پیدا کرده. افزایش تعداد هولدرها ممکنه نشون دهنده علاقه سرمایه گذاران بلند مدت به یه دارایی باشه، اگرچه ممکنه که فوراً بر قیمت اون رمزارز تأثیر نذاره. بر اساس نظرسنجی اخیر انجام شده توسط رین، یه صرافی بزرگ در خاورمیانه، 90% از معامله‌گران تمایل به خرید شیبا دارن. معاملات شیبا در ماه می در رین امکان پذیر شد، ماه‌ها بعد از اینکه این صرافی شیبا رو فهرست کرده بود. دلیل رشد اخیر شیبا اینو چیه؟ تحلیلگران میگن دلیل منطقی پشت افزایش قیمت شیبا اینو نمی‌بینن و جنون سوداگرانه باعث رشد قیمت شیب شده. ادیسون آیلون، مدیر محصول DHH گفت همزمان با کاهش قیمت اتریوم و بیت کوین در آخر هفته گذشته، قیمت شیبا هم کاهش پیدا کرد و شاید این نشون دهنده رسیدن قیمت‌ها به کف باشه. بهبود بازار میتونه احساسات مثبت و اعتماد سرمایه‌گذاران رو برگردونه و اونها رو جذب کنه. کیت کوربانووا، یکی از بنیانگذاران پلتفرم مدیریت ریسک آپوسترو، تشخیص دلایل رشد اخیر شیبا اینو رو دشوار دونست و گفت دلیل منطقی به ذهنش نمیرسه.
کوربانووا گفت سرمایه گذاران خرد احتمالاً خوشبینن که توییت های ایلان ماسک در آینده ای نچندان دور باعث رشد قیمت رمزارزها میشه. بنابراین به سرمایه گذاری در ممکوین ها روی میارن. ممکوین ها ارزش ذاتی و کاربردی ندارن و سرمایه گذاری در اونها توصیه نمیشه. ایلان ماسک مدیر عامل تسلا یکی از طرفداران دوج کوینه. اون اوایل هفته گذشته دوباره علاقش رو به این ممکوین ابراز کرد. اون گفته بود من همچنان از دوج حمایت میکنم و به خرید اون ادامه میدم. ماسک همچنین اعلام کرد که تاکنون کسی رو به خرید رمزارزها دعوت نکرده. توسعه دهندگان شیبا یک شنبه گذشته تغییراتی در نحوه استفاده از بون توکن پلتفرم شیبا سواب پیشنهاد کردند. بون یک توکن حاکمیتیه که به عنوان پاداش یلد فارمینگ صادر میشه که قراره در پروتکل شیباریوم به عنوان کارمزد عملیات ها استفاده بشه. شیباریوم یک پروتکل لایه 2 بر بستر شیبا اینوه که از استقرار و توسعه برنامه‌های بومی پشتیبانی می‌کنه. در همین حال، براد گارلینک هاوس، بنیانگذار ریپل، ماهیت سوداگرانه ممکوین‌هایی مثل دوج و شیبا اینو رو مورد انتقاد قرار داد. اون گفت از اونجایی که این ممکوین‌ها کاربرد خاصی ندارن، مطمئنم که اکثرشون با گذر زمان نابود میشن. ممکوین‌ها رو دلال‌ها می‌چرخونن. و فکر نکنم این برای بازار ارزهای دیجیتال سالم باشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید به نظر شما چه دلیل منطقی میتونه باعث رشد شیبا اینو شده باشه؟ آیا این رشد قیمت یه بازی جدید برای خالی کردن حساب‌های سرمایه گذارانه؟ آیا سرمایه گذاران در یه چرخه پامپ و دامپ قرار گرفتن؟ نقش ایلان ماسک در این رشد‌های قیمتی ممکوین‌ها چیه؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه خدا نگهدار.